حاملگی ریتا فکر میکنه که حامل هسته. او پیش دکتری فامیل موره که تصدیق کنه که آیا او حامل هسته یا نیه. دکتری فامیل آیز ازمایشی ادرار میکنه و تایید میکنه که مشتری حامل هسته. باز دکتر مشتری را برای ازمایش خون رای میکنه. ریتا بعد از چند روز باز کلینیک مایه که دکتر فامیل خوب بینگرنه و نتیجه آزمایش خون خوب بگیره. دکتر فامیل ریتا را مگیه که آزمایش خونشان درست است و دکتر ریتا را برای حامل نگهداری در شفاخانه رجوع میکنه. دکتر فامیل نتیجه آزمایش خونشان هم در شفاخانه رای میکنه. ریتا را در یک شفاخانه مردمی رجوع میکنه چون او از خانش و قدر دور نیسته. بعد از 3 هفته او یک خط از طرف شفاخانه قد وقت و روز برای اول اپوینتمنت قد میت وایف جور میکنه. میت وایف مخصوص نفرهایی هست که زن را در حالت حامله کار و از اولاد پیدا شده بعد خیال میکنه. میت وایف یک قسم سوال ها از ریتا پرسان میکنه و معاینه میکنه و میگه که هیچ قسم پیچیدگی نداره. مطلب ایه که او یک صحتمند حاملگی داره. و دیگر بار که بایا دکتر بینگر نه او مید وایف ده هر 4 هفته معاینه مونه تا که تولد نشده. وقت که ریتا برای دیگه اپوینتمنت موره مید وایف فشار خونشی معاینه مونه و جسامت بچه را و معلومات میده که او کجا میتونه که کلاس های انتیننتال را بگره. ریتا قد شوهر خود انتیننتال کلاس موره که اونجا مید وایف درباره بچه پیدا شدن توضیح میده که در شفاخانه چی کار میشه. بعض اوقات پروفیشنلز در شفاخانه شما را تجویز میده که یک بلوک سامان از بچه پیدا شدن پیش بخرین. شما اختیار دارین که آیا میخرین یا نه. یک بیبی کپسول یا پوشینه اولاد برای موتر واحد چیز هست که شما باید بخرین که از او پیش خانه شما اولاد شونه. در استرالیا شما را اجازت نیه که اولاد خود خانه بیارین از شفاخانه تا که مادرشون بیبی کپسول یا پوشینه اولاد نداشته باشد. وقت ریتا احساس میکنه که اولاد میشه او شفاخانه را زنگ میزنه و اونا پرسان میکنه که کی باید باید. شوهر ریتا را در شفاخانه مبره و در خانشی یک صحتمند دختر پیدا میشه. در استرالیا شما اختیار دارین که خیال خود بلین از او پیش که خانشم اولاد شونه. شما میتونین که شفاخانه عمومی برین که اونجا دکتر و میدواف شما را معاینه میکنه. شما اختیار دارین که نگهداری با همی کنین قد دکتری فامیلی شما. مطلب ای شد که شما برای انتیننتال اپوینتمنت پیش دکتر فامیلی خود برین. شما باید برای انتیننتال معاینه برین. در استرالیا شما باید یک بیبی کپسول یا پوشینه اولاد منی موچر خوب بزنین از او پیش که اولاد را خانه ببرین. قد مادری یا نرس یا دکتر فامیل یا قد کمیونیتی هلت نرس توره بگین اگر شما یکو سوال داشتین از بچه پیدا شدن بعد. اگر شما یکو سوال دارین یا از بابت صحت خیگو کمک دکار دارین ارتباط قد لوکل کمیونیتی سنتر یا لوکل میدیکل سنتر بگیرین. برای امرجنسی 000 زنگ زده امبولانس بخواین. ترجمان بخواین اگر ضرورت داشتین. متخصص نادیا تکلیفی نفس داره. او یک وقت جور میکنه که برا دکتر فامیل بینگرنه. دکتری فامیلشون شش را چک میکنه و میگه که او یک ریزه پمپ را نفس بزنه. دکتری فامیل نامه میده که او بره و متخصص را ببینه و چاته خود اکسره کنه. دکتری فامیل یک خط میده که او بره متخصص را بینگرنه و میگه که اکسره چاته خود ببره. ریفرال لیتر از طرف دکتر شخصی شما برای متخصص هست که از بابت مریضی شما صحبت کنه. روزی بعدی نادیا شفاخانه را زنگ میزنه و اپوینتمنت میگیره برای متخصص نفس. چندین اوقات دکتر فامیل یک خط
در شفاخانه رهی میکنه. بعدن تو یک خط قد وقت تو روزی از لیتر باکس میگیری. اگر در اپوینمنت رسیدگی نمیتونی، باید شفاخانه را زنگ بزنی و یک اپوینمنت دیگه جور کنی. ریسپشنیست پرسان میکنه که او خط از طرف دکتر فامیلی داره و او میگه که بله او داره. یک اپوینمنت در مدت 8 هفته جور میکنه. بسا اوقات شما باید کم دیر منتظر بشینین. روزی بعدی او مرا اکس ری چاتی میکنه و مشتری را گفته میشه که اکس ری را در متخصص ببره نشان بده. وقتی او برای اپوینمنت در شفاخانه میرسه، کارد صحیح و کارد تخفیفیشان خواسته میشه و خط که از طرف دکتر فامیل داده شده. وقتی او پیش خط متخصص مره، متخصص خط را میخوانه، اکسره را توغ میکنه و معاینه میکنه. دکتر نسخه میده برای چند دوا و چند ورزش تنفسی و پرسان میکنه که در 6 ماه پس باید. بعض اوقات تو موری دکتر فامیل را میگرنی و مریضی داره، او نیاز داره که تو متخصص را بینگرنی. دکتر فامیل باید یک ریفرال لیتر در متخصص نمیشته کنه. در استرالیا تو باید یک ریفرال لیتر از طرف دکتر فامیل داشته باشی تا که متخصص را بینگرنی. چند متخصصی برای شفاخانه شخصی کارمونه، چند برای مرکز صحت اجتماعی و چند برای شفاخانه مردمی. اگر تو متخصص در شفاخانه شخصی بینگرنی، باید پول بدی. اگر شما یکو سوال دارین یا از بابت صحت خو یکو کمک در کار دارین، ارتباط قد لوکل کمیونیتی سنتر یا لوکل میدیکل کلینیک بگیرین. برای امرجنسی 000 زنگ بزنین و امبولانس بخواین. ترجمان بخواید اگر ضرورت داشتین.